بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. آغاز طرح امنیتی و خدماتی به مناسبت سالروز شهادت امام هادی علیه السلام. انتشار نامه بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در حمایت از دختران و زنان افغانستان. تغییر قوانین در پاکستان علیه شیعیان. و توزیع کمک‌هایی بین خانواده‌های شیعه آسیب دیده از سیل در کشور ماداگاسکار. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما همراهان گرامی. فرارسیدن شهادت امام هادی علیه السلام را تعزیت عرض می‌کنیم و تازه ترین اخبار شیعیان جهان تقدیم حضورتان می شود. آستان مقدس امامین عسکریین علیه السلام از آغاز طرح امنیتی و خدماتی به مناسبت سالروز شهادت امام هادی علیه السلام خبر داد. به گفته مقام های مسئول در این آستان مقدس، همه نیروهای آستان مقدس امامین عسکریین علیه السلام در این طرح امنیتی و خدماتی شرکت خواهند کرد تا بتوانند بهترین خدمات را به زائران و عاشقان اهل بیت علیه السلام ارائه دهند و امنیت آنان را در زیارت حرم مطهر سامر را تأمین کنند. در اجرای این طرح امنیتی و خدماتی، کمک و حمایت‌های دولت عراق نیز وجود دارد تا به بهتر ارائه شدن این خدمات بیانجامد. قابل ذکر است پیش از آغاز این طرح، جلسات تخصصی توسط بخش‌های مختلف آستان مقدس عسکریین علیه السلام بررسی شد تا نیازهای لازم و نکات مورد نیاز شناسایی و برای آنها برنامه ریزی شود. گفتنی سپیش بینی می شود مانند سالهای گذشته میلیون ها زائر در سالروز شهادت امام هادی علیه السلام در حرم مطهر امامین عسکریین علیه السلام حضور یابند. حرکت زائران و عاشقان اهل بیت علیه السلام به سمت سامر را از چند روز پیش آغاز شده است. همزمان با تصویب و ثبت روز جهانی تحصیل دختران و زنان افغانستان، بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی نامه‌ای در حمایت از همه دختران و زنان افغانستان خطاب به جامعه بین‌الملل منتشر کرد. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله در این نامه بر حمایت خود از تحصیل دختران و زنان افغانستان تأکید کرده و با آنان در این مشکلی که برای آنها و تحصیلشان به وجود آمده ابراز همدردی کرد. این مؤسسه همچنین در نامه خود که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، بر لزوم تلاش جامعه بین الملل برای بازگرداندن دختران و زنان کشور افغانستان به کرسی های تحصیلی مدارس و دانشگاه ها تأکید کرد و آن را حق انسانی آنها دانست. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی افزود، همگان بر اهمیت نقش علم و دانش در پیشرفت انسان تأکید دارند، به جز اندک افرادی که این موضوع را درک نمی کنند. بدون شک تحصیل فقط باعث آموختن علم نمی شود، بلکه به انسان نگاهی جامع می دهد تا بتواند بهتر به اطراف خود نگاه کند و قدرت و توانایی خود را در مسیر رشد و پیشرفت و توسعه هدایت و خرج کند. تحصیل باعث می شود که توانایی ها و استعدادهای افراد در مسیر درست قرار گیرند و در مسیر پیشرفت بشر قرار گیرند. این بیانیه افزود، ما در بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی حمایت کامل خود از تصمیم و اقدام سازمان یونسکو در تعیین و ثبت 24 ژانویه به عنوان روز جهانی تحصیل دختران و زنان افغانستان اعلام می‌داریم و این موضوع را در مسیر دستورات و راهنمودهای خداوند متعال در قرآن کریم و دین اسلام و احادیث شریف که بر ضرورت تحصیل علم تاکید کرده می‌دانیم.
روزنامه پاکستانی DAWN با انتشار گزارشی از تغییر قوانینی در این کشور خبر داد که در پی آن راه برای فعالیت گروه‌های افراطی و سنی‌های تندرو علیه شیعیان هموارتر می‌شود. این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: ما نگران افزایش حملات علیه شیعیان از سوی تندروها و افراطیون در پاکستان هستیم، به خصوص اینکه اصلاحات صورت گرفته در قوانین جنایی پاکستان که طی چند روز اخیر انجام شده این مسیر را هموارتر خواهد کرد. روزنامه DAWN در ادامه این سر مقاله که روز گذشته سه‌شنبه آن را منتشر کرد افزود: طبق اخبار و اطلاعات به دست آمده، این تغییرات قانونی با فشار و نفوذ گروه‌ها و عوامل تندرو انجام شده است. آنها با این تغییرات راه را برای حمله به شیعیان همواره می‌کردند. گفتنی است هفته گذشته قانونی در پاکستان تصویب شد که بر اساس آن هر کس دشمنان اهل بیت علیهم السلام را لعن کند به پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی و مجازات از 10 سال تا حبس ابد و حتی اعدام محکوم خواهد شد. گفتنی است این قانون با تلاش گروه تحریک طالبان پاکستان تصویب شده است. لازم به ذکر است این سنی‌های تندرو در چند ماه اخیر و به خصوص بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، روز به روز قدرتشان در پاکستان افزایش یافت، به طوری که ماه گذشته رسما نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان را تهدید کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز طرح امنیتی و خدماتی به مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. انتشار نامه بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در حمایت از دختران و زنان افغانستان. تغییر قوانین در پاکستان علیه شیعیان. و در ادامه، انتقاد سازمان جهانی نفی خشونت از مورد حمله قرار دادن روزنامه نگاران و خبرنگاران در یمن. منابع محلی از بارش باران‌های سیل‌آسا و وقوع سیل در شهرها و مناطق مختلف کشور ماداگاسکار خبر دادند. گفته می‌شود بر اثر وقوع این سیل، منازل بسیاری از شهروندان این کشور اهم از شیعیان نیز آسیب دیدند. در همین راستا دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر ماهاجنگا در کشور ماداگاسکار کمک‌هایی میان این خانواده‌های شیعه آسیب دیده توضیح کرد. در این اقدام بشردوستانه و نیکوکارانه، حجت الاسلام شیخ محمد رضی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در کشور ماداگاسکار مستقیما شرکت کرد و با مراجعه و حضور در منزل برخی شیعیان کمک ها را به آنها تقدیم کرد. در این اقدام تعدادی از جوانان شیعه و طلاب حوزه های علمیه نیز وکیل آیت الله العظمی شیرازی دامزلو را همراهی می کردند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، در سوم ماه رجب مراسم سوگواری و عزاداری در مساجد، حسینی‌ها، حیات مذهبی، تکایا، مراکز دینی و فرهنگی و برخی منازل شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سراسر جهان برگزار می‌شود. به همین مناسبت مساجد، حسینی‌ها و مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهرها و کشورهای مختلف جهان مراسمی به همین مناسبت برگزار کردند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در آگوست 2021 تا کنون بیش از 2000 شهروند افغانستانی را به طور خشونت‌آمیز بازداشت کرده است.
مؤسسه حقوقی راواداری ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که بیشتر این افراد کارمندان دولت سابق، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشری، علمای دینی، سران قبایل و شهروندان غیر نظامی هستند. یک گروه حقوق بشری و 160 نفر از میانمار شکایتی کیفری در آلمان علیه ارتش این کشور آسیایی تنظیم کرده و به دنبال مجازات ژنرال‌های میانماری به اتهام نسل کشی، جنایات جنگی و علیه بشریت هستند. در شکایتنامه علیه ارتش میانمار توسط گروه 45 رایت شاکی این پرونده بابت ارتکاب جنایات در میانمار پس از روی کار آمدن ارتشی ها در این کشور در 2021 و در جریان سرکوب های 2017 علیه مسلمانان روهینگیا شواهدی ارائه شده است. مدارس دولتی شهر کمبریج اولین مدارسی هستند که برای دانش آموزان و کارکنان مسلمان خود فضایی را برای انجام مناسک دینی اختصاص دادند. زکیه ویتر اسپانیکی از کارمندان یک مدرسه سالها در رخکن و پشت قفسها نماز می‌خواند، زیرا در محل کار مکان مشخصی برای نماز خواندن وجود نداشت. به همت و تلاش او اکنون این نمازخانه ها دایر شده است. روزنامه تایمز با انتشار گزارشی که توسط کنستانس کمپ فنر تهیه شده اعلام کرد دو دختر مسلمان فرانسوی یک وبسایت برای کمک به زنان محجبه به منظور پیدا کردن کار راه اندازی کردند. بر اساس قانون سکولاریسم یا جدایی کلیسا از دولت، بخش عمومی فرانسه استفاده از نمادهای مذهبی مانند حجاب، صلیب یا کلاه یهودی را در حین کار اجازه نمی‌دهد، اما در بخش خصوصی مسئولان در بی‌طرفی مذهبی آزاد هستند. وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته سه‌شنبه اعلام کرد 15 زن و 32 کودک را که در اردوگاه‌های داعش در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شدند به فرانسه بازگرداندند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد کودکان زیر سن قانونی به سازمان‌های کمک رسانی به کودکان تحویل داده شده‌اند و پیگیری‌های پزشکی و اجتماعی برای آنها انجام و افراد بزرگسال به مراجع ذی‌صلاح قضایی تحویل داده شدند. مسئولان سازمان حج و زیارت ایران اعلام کردند که 1,050,000 نفر زائر در صف برای سفر حج هستند که بسیاری از این زائران سنشان بالا رفته و باید کاری کنیم که زودتر مشرف شوند. این مسئولان در ادامه درباره هزینه حج برای حجاج ایران گفتند هزینه حج سال آینده حدود 150 میلیون تومان است. سازمان دفاع از حقوق شیعیان شیرایس واچ با صدور بیانیه رسمی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حجت الاسلام شیخ حسن الخویلدی، خطیب سرشناس شیعه عربستان که توسط نیروهای امنیتی آل سعود بازداشت شده گردید. گفتنی است شیخ حسن الخویلدی از روحانیون کاملا غیر سیاسی شیعه در عربستان به شمار می رود و علت بازداشت وی مشخص نشده است. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با انتشار بیانیه‌ای نسبت به مورد حمله قرار گرفتن روزنامه نگاران و خبرنگاران در کشور یمن انتقاد کرد. در بخشی از این بیانیه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده، سازمان جهانی نفی خشونت مورد حمله قرار دادن، تهدید و ترساندن روزنامه نگاران و خبرنگاران در یمن را به شدت محکوم کرده و از همه اطراف موجود در این کشور درخواست می‌کند که امنیت و سلامتی این فعالان رسانه‌ای که با هدف روشنگری و بیان حقیقت تلاش می‌کنند را تأمین کند. سازمان مسلمان آزاده همچنین بدون نام بردن از حزب یا گروهی خواستار آزادی فوری
روزنامه نگاران و خبرنگاران روبوده شده در پرونده های مختلف شد و بر لزوم پایان یافتن شیوه و روش بستن دهان فعالان رسانه‌ای تاکید کرد و چنین رفتاری را اقدامی خطرناک علیه افرادی که برای بهبود وضعیت کشور تلاش می‌کنند توصیف کرد. همچنین سازمان جهانی نفی خشونت در این بیانیه آورده عملیات مورد هدف قرار دادن فعالان رسانه‌ای بر اساس همه قوانین بین المللی جنایت به شمار می رود و عاملان محلی یا بین المللی چنین جنایت هایی را دیر یا زود در برابر ترازوی قانون قرار خواهد داد، زیرا اثر چنین جنایت های بین المللی هیچگاه ناپدید نمی شود حتی اگر زمان هم بگذرد. سازمان بهداشت جهانی WHO با انتشار بیانیه خواستار اقدام و رسیدگی فوری درباره توزیع شربت‌های کودک‌کش در کشورهای مختلف جهان شد. بر اساس این بیانیه طبق اطلاعات به دست آمده توزیع شربت‌های آلوده در کشورهای مختلف جهان باعث مرگ تعدادی از کودکان شده است. تا به این لحظه در 7 کشور جهان کودکانی بر اثر مصرف این شربت‌های آلوده که شربت ضد سرفه هستند جان خود را از دست دادند. این شربت‌ها تقلبی و غیر استاندارد بودند. سازمان بهداشت جهانی بر لزوم اقدام فوری برای شناسایی منبع، عامل یا عاملان تولید این شربت‌های کشنده که در طول 4 ماه گذشته در کشورهای مختلف جهان توزیع شده تأکید کرد. به گفته سازمان بهداشت جهانی طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده این شربت‌های غیر استاندارد حاوی مقدار زیادی و بیش از اندازه ماده دی آتیلن گلیکول دی ای جی و آتیلن گلیکول ای جی هستند و زیاد بودن این مواد باعث مرگ کودکان شده است. این دو ماده مواد شیمیایی و صنعتی هستند که در تولید ضد یخ برای خودروها هم مورد استفاده قرار می گیرند و با توجه به کشنده بودن استعمال آن به هیچ وجه نباید در داروها مورد استفاده قرار گیرند. گفتنی است آمار دقیقی از همه کودکان کشته شده به خاطر این علت در دست نیست، اما بر اساس بیانیه سازمان بهداشت جهانی تا به این لحظه 300 کودک شناسایی شدند که با خوردن این شربت ها جان باختند که بیشترین قربانی کودکان خردسال زیر 5 سال بودند. بیشترین کشورهای آسیب دیده در این پرونده کشورهای گامبیا، اندونزی و ازبکستان هستند. مروری دوباره به سرخط خبرها. آغاز طرح امنیتی و خدماتی به مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. انتشار نامه بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در حمایت از دختران و زنان افغانستان. تغییر قوانین در پاکستان علیه شیعیان. توزیع کمک‌هایی بین خانواده‌های شیعه آسیب دیده از سیل در کشور ماداگاسکار. انتقاد سازمان جهانی نفی خشونت از مورد حمله قرار دادن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در یمن. و درخواست سازمان بهداشت جهانی برای اقدام فوری درباره توزیع شربت‌های کودک‌کش در جهان. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتون رو از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.